اختلاف چهار شاخه اهل سنت اختلاف نیست، اختلاف فرعیه. مثلا عرض میکنم شافعی میگه که دست اینجا ببندیم، حنبلی میگه دست اینجا ببندیم، حنفی میگه دست پایین تر ببندیم. این یکی از اختلافاتشونه. با صدها نمونه اختلافات. این اختلافات هیچ تأثیری نداره، در اصول دین مختلف نیستن. و مذاهب اسلامی هرچه بیشتر باشه بهتر. یعنی چی؟ در رأس مذهب حنفی فقط 40 تا مجتهد بود. مجتهد معنی سنیش، نه مجتهد معنی آخوندیش. مجتهد اینه مجتهد، یعنی دارای الان وقت تعریفش نیست. نه اینکه برای کسی کتاب مکاسب بخونه شد مجتهد خمس بگیره. اینا حتی تونستان اینا به الفاظ دینی اهانت کردن و هکذا بقیه مذهب. در مذهب شافعی کتاب خود شافعی مفتابهی نیست. یعنی اینها بر سر اصولی متفق شدن، نحوه استنباط از قرآن و سنت. یعنی اینا مذهب سیاسی نیستن، مذاهبی هستن فقهی علمی بر اساس نحوه استنباط از کتاب و سنت. مثلا یک حدیث پیش شافعی درسته، همون حدیث رو ابو حنیفه درست نمیدونه، میگه من حدیث احادی رو قبول نمیکنم چون جایی که من هستم عراق، عراق دروغ درش زیاده، یک نفر ممکنه دروغ بگه، من دو تا شاهد میخوام قسمم بخورم. اما امام مالک در مدینه نیاز به این نداره، در مدینه دروغ شایع نیست. یا این مسئله دیگه که این موضوع باز میگه سبب اختلاف فقها، چرا فقها با هم دیگه اختلاف میکنن. کلمه قرع در قرآن، این کلمه هم به معنای حیض میشه هم به معنای طهر میشه. این کلمه در وضع زبان عربیش هر دو معنی رو میده. یکی نگاه میکنه معنی طهر ازش در میاره، یکی معنی حیض ازش در میاره. دقت میکنی؟ این اختلافات همش اختلافات فرعیه و هیچ اشکالی نداره. و صحابه پیامبرم در فروع مسائل اجتهاد میکردن و اختلاف میکردن در مقابل پیامبر تا اینکه میرسیدن پیامبر، و انکارشون هم نمیکرد. این هیچ اشکالی نداره.